من گمان میکنم که یعنی رویارویی با دولت علنی‌تر خواهد شد، با اون جناحی از مجلس که هماهنگ نیستند و در واقع تحمیل شدند رویارویی تندتر خواهد شد، با آقای هاشمی رفسنجانی تندتر خواهد شد. اگر آقای رفسنجانی تلاش میکنه که به قول خودمونی ایرانی وسط لحاف بخوابه، که همون موضعی که در مورد فائزه گرفت، این در واقع یک نوع چراغ سبز حکومته که در مسائلی که مربوط به کلیت حکومت باشه ایشون همه رو میفروشه. اما در این حال ناراضی ان از آقای رفسنجانی، از آقای خاتمی ناراضی ان. به نظر میرسه که تقابل ها علنی تر خواهد شد، از ائمه جمعه ای که رفتار تند دارن برخورد میکنن، تحریک میکنن علیه خانم معتمد آریا، علیه کنسرت کلهور، از اونها حمایت خواهد شد. به نظر من اونها ظهور و بروز بیشتری خواهند داشت. در باب خرافات به نظر من بیشتر پیش خواهند رفت. اما من اصرار دارم بگم که من اصلا معتقد نیستم که جمهوری اسلامی سیاست فرهنگی خاصی داره که حالا در واقع تعمیم اون سیاست شکست خورده، حالا میخواد مثلا جبرانش بکنم. این که من خواستم چهارشنبه سرور خدمت شما بگم، ببینید بعد از انتخابات مجلس هفتم این روزنامه کیهانه رسما 50 نقطه تهران تبلیغ برای جشن چهارشنبه سوری 26 اسفند سال 82، یعنی چند روز بعد از انتخابات مجلس هفتم، یعنی زمانی که احساس میکنن که حکومت دست خودشونه، همه چی آزاد میشه، همه چی راحت میشه، رابطه با آمریکا عرض میکنن به قول آقای حداد عادل برکت میشه، خوب میشه. اما زمانی که وضعیت اینطور نباشه و ناهماهنگ باشه، و عرض میکنم از مردم ناراضی هستن، نه از انتخاب، از اون کسی که انتخاب شده، از منتخب ناراضی نیستن، از انتخاب مردم ناراضی. یعنی در واقع شما میخواییم بگین که این رفتن آقای سرفراز به این دلیله که مدیر تندتری جایگزینش بشه؟ معتقدم مدیر تندتری جایگزین خواهد شد، یعنی شده. آقای علی عسکری، البته سوابقشون خیلی جالبه، ایشون یه موقعی با آقای کرباسچی کار میکرده در دوره‌ای که آقای کرباسچی هنوز مطرود نشده بوده، ایشون بنیانگذار فروشگاه‌های شهروند هست در دوره شهرداری آقای کرباسچی. ولی خب کسانی که از اون جناح پیوستن به بیت رهبری محبوب‌ترن و بیشتر به دل می‌چسبن.